استان بدخشان در شمال شرق افغانستان این روزها شاهد درگیری شدید بین نیروهای جبهه مقاومت ملی و گروه طالبان است درگیری هایی که در یک سال اخیر بی سابقه بوده است اکنون درگیری بین دو طرف دست کم در سه شهرستان استان بدخشان جریان دارد همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد براساس اساس گزارش منابع محلی طالبان هزار نیرو را در بدخشان مستقر کردند و با تمام امکانات و تجهیزات در برابر نیروهای جبهه مقاومت ملی به نبرد ادامه میدهند. استان بدخشان که هم مرز با کشورهای تاجیکستان، پاکستان و چین است برای طالبان از اهمیت ویژه برخوردار است و بسیاری از مقامهای های ارشد این گروه در یک سال گذشته مرتب به این استان سفر کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز در بدخشان از نفوذ و قدرت ویژه برخوردار است و این استان یکی از پایگاه های اصلی این جبهه به شمار می روید. در یک سال گذشته تمرکز جبهه مقاومت و مرکز اصلی درگیری استان پنج بود. اما اکنون درگیری ها در پنج تا حدودی فروکش کرده و کم کم به استانهای شمال افغانستان کشنده شده است. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان مقاومت علیه این گروه هر روز رو به گسترش بوده و دامنه جغرافیایی آن در حال توسعه است با توجه به سیاست های سرکوب گرانه ی طالبان علیه اقوام غیر پشتون نارضایتی ها در برابر این گروه هر روز افزایش میابد و مردم بیشتر از هر زمانی به مقاومت مسلحانه علیه ظلم و ستم این گروه فکر میکنند. مقاومت علیه طالبان ابتدا از استان پنج شیر آغاز شد و سپس به استان بغلان، توخار، سرپل و بدخشان گسترش یافت و احتمال دارد که مقاومت علیه طالبان در استانهای دیگر نیز در آینده نزدیک آغاز شود. گسترش دامنه مقاومت به شمال افغانستان که همواره در سیاست افغانستان و به ویژه در جنگ نقش تعیین کننده و سرنوشت ساز داشته میتواند سلطه طالبان بر افغانستان را با چالش جدی مواجه کند و کم کم زمینه برای حذف این گروه از رأس قدرت در افغانستان را فراهم کند. به تازگی اتحادیه اروپا نیز گفته است که اکنون بسیاری در افغانستان به تغییر رژیم در این کشور امیدوار شدند و بقای طالبان با پرسش های جدی مواجه است. این اظهار نظرها نشان می دهد که اکثریت مردم افغانستان به این باور رسیدند که طالبان نمی تواند کشور را اداره کند و حاکمیت این گروه بر سرنوشت مردم نباید ادامه پیدا کند. بدون تردید اگر طالبان روی کرده خود را نسبت به نحوه حکومتداری تغییر ندهند در کوتاه ترین مدت شاهد قیام عمومی از هر گوشه کشور خواهند بود و در پی آن برای همیشه از صحنه قدرت و سیاست افغانستان حذف خواهند شد. علی اکبری اخبار شیعه